به نام خدای بی همتا، سلام بر شما، سلامی که بوی خوش آشنایی. امسال ما یاد روز حافظ را در حالی برگزار میکنیم که استاد بی همتای آواز ایران در میان ما نیست، استاد شجریان. بیگمان هیچ کس به اندازه زنده یاد استاد شجریان شعر حافظ را در ذهن و ضمیر مردم ما نگسترده و خودش را به جاودانگی حافظ گره نزده. من در ابتدای برنامه های امسال میخوام فروتنانه ارادت و سلام خودم را به پیشگاه پزشکان گرانمایه، پرستاران نازنین و یاران همراهشون تقدیم کنم که در این روزهای کرونایی جان عزیزشون را بر کف گرفتند تا مرهمی بر زخم بیماران بنهند. شعر حافظ شعر همه دوران هاست و انگار همین امروز حافظ در میان ماست که میگه مزاج درد تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. و شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. خود حافظ به ما گفته که حافظ از معتقدان است، گرامی دارش، زن که بخشایش بس روح مکرم با اوست و ما در چنین روزگاری داریم نام حافظ را و یاد حافظ را گرامی می‌داریم. حافظ سرمایه‌ای ارزشمند و گنجینه‌ای گرانبهاست اگر ما به یاد داشته باشیم و بدانیم که ناگزیریم این سرمایه ارزشمند را پاس بداریم و یادمون باشه که در چه شرایطی زندگی میکنیم و چرا مردم این همه این حافظ عزیز را دوست می‌دارن. به خاطر شرایطی که وجود داره امسال ناگزیر همه برنامه های مراسم یادروز حافظ در بسترهای مجازی منتشر میشه و برگزار میشه و من ضمن پاسداشت این روز و سپاس از همه کسانی که در سراسر جهان برای پاسداشت نام و یاد حافظ تلاش کردن و برنامه داشتن، آرزو میکنم ما به روزهای عادی خودمون برگردیم و اونگونه که در شأن حافظ هست در شرایط خیلی بهتر با حضور شما عزیزان برنامه های یادروز را برگزار کنیم. خدا یار و نگهدارتون.